شیومی 14 اولترا یک دوربینی که انگار بهش یک موبایل وصله کات Mom, I can't talk right now. قدرت ترین گوشی شیامی در سال 2024 به بازار عرضه شد برای رقابت با آیفون 15 پرو مکس و اس 24 اولترا سامسونگ این گوشی با بدنه تیتانیومی طراحی فوق العاده پردازنده خیلی قوی و دوربین های عجیب و غریب اومده که تو سال 2024 حسابی خودی نشون بده شیامی قبلا هم نشون داده که روی دوربینا تمرکز خیلی خیلی خاصی داره به طور مثال یک کانسپتی داد روی شیامی دوازه اولترا که من ویدیوش رو ساختم اینجا میتونید ببینید در واقع لنز روی موبایل سوار میشد و موبایل رو تبدیل کرده بود به یک دوربین خیلی خیلی رو دوربینا داره کار میکنه توی این سری هم دوربینه عجیب غریبی داره که تو ادامه بهش میپردازیم ولی از اون ور کیتی هم داده که به انتهای موبایل وصل میشه علاوه بر این که دکمه های ضبط عکس و فیلم برداری رو خیلی راحتتر و دم دستتر گذاشته از اونور یک باتری اضافه به گوشی اضافه کرده برای اینکه بتونیم مدت بیشتری عکاسی و فیلم برداری کنیم همونطوری که گفتم شیامی برای رقابت با آیفون 15 و S24 Ultra سامسونگ اومده بدنه تیتانیومی استفاده کرده که از نسل قبل خودش سبکتر شد نمایشگر 6 ماهیز 73 اینچی اولد استفاده میکنه رزولوشن 3220 در 1440 رفرش ریت 0 تا 120 هرتز متغیر و از HDR و دالبی ویژن پشتیبانی میکنه بریم سراغ روشنایی تصویر روشنایی تصویر تو این گوشی هم از آیفون 15 پرو مکس بیشتره و هم از اس 24 اولترا سامسونگ توی آیفون 15 پرو مکس ما 2000 نیت روشنایی داریم توی اس 24 اولترا ما 2600 نیت روشنایی داریم و تو این گوشی ما 3000 نیت روشنایی داریم این خیلی به درد کسایی میخوره که تو فضای باز میخوان عکاسی و فیلم برداری کنن و حتی از گوشی خودشون به عنوان مانیتور دوربین های حرفه ای استفاده کنن یه LCD استفاده کرده که اگر از دست افتاد رو زمین نمیشکنه و در واقع مقاومتش رو خیلی برده بالا من این گوشی بگم اسناب دراگون 8 نسل سه که میتونه 15 گیگرم و همینطور یک ترابایت حافظه رو پشتیبانی کنه باتری کمی از نسل قبل بهتر شده 5300 میلی آمپر ساعته ولی شیامی گفته از دو تا چیپست داره استفاده میکنه که در واقع گوشی شما داغ نکنه و اگر هم داغ نکنه خب باتری دیرتر خالی میشه ارتباط ماهواره دو طرفه همون دلیلی که ممکنه اگر این گوشی وارد بازار ایران بخواد بشه نذارن ولی بعید میدونم گوشی چینی اگه قرار باشه با ماهواره هم ارتباط بگیره احتمالا با ماهواره چینی ارتباط میگیره که خودیان بریم سراغ بررسی دوربین این گوشی که مورد علاقه همه ما هم هست احتمالا یک محفظه خیلی بزرگ پشت گوشی است که چهار تا دوربین تو خودش قرار داده خیلی بزرگ واقعا خیلی بزرگ از چهار تا دوربین استفاده کرده بزرگ نمایی نیم بزرگنمایی یک بزرگنمایی نمایی و دو و بزرگ نمایی پنج برابر که بزرگ نمایی نیم میشه همون دوازده میلیمتر بزرگ نمایی یک میشه بیست و میلیمتر بزرگ نمایی و میشه 72 میلیمتر و بزرگدمایی دامایی 5 میشه 120 میلیمتر خب این از این همه این چهار تا دوربین 50 مگاپیکسلان که جلوتر میگم چرا انقدر مگاپیکسل بالا انتخاب کرده حالا بریم سراغ دوربین اصلی فاصله کانونی 23 میلیمتر سنسور این دوربین یکی اینچه بزرگترین سایزی که در دوربین های موبایل استفاده شده و این باعث میشه نور خیلی بیشتری جذب کنه و تصاویر شب فوق العاده ای به ما بده البته نیاز به پردازش خوبی هم هست که خود شیامی گفته 136 درصد از نسل قبلش بیشتر نور دریافت میکنه و این فوق است از اون ور دو تا اپچر و یا دیاف روش تنظیم شده یک ممیز و چهار حالا اینکه چرا این اتفاق افتاده برای من سواله معمولا گوشی ها میان اپچرشون رو باز و بازتر میگن یعنی اون عدد رو کمتر میگن حالا این یه ادعایی کرده که آقا این اپچره رو گذاشتم در واقع دارم انگاری که تو f یک ممیز 63 اونق میدان کمی میدم اگه اونق میدان زیادی میخواد مثلا بری رو اف 4 ادعای خیلی زیادیه که باید بررسیش کنیم همونطوری که گفتم تمام این سنسورهای این دوربینا 50 مگاپیکسله اول بگیم چرا 5 مگاپیکسل انتخاب کرده برای اینکه در بین زوم کردن بین این دوربین ها مثلا از نیم میخواد بره یک از یک میخواد بره بره سه و دو و از سه و دو میخواد بره به به طور مثال 5 وقتی داره دستی زوم میکنه پیکسل کافی داشته باشه برای اینکه تصویرتون تار نشه پس برای همین 5 مگاپیکسل انتخاب کرده حالا از اون ور سنسور ما بزرگتر شده وقتی سنسور بزرگتر شده خودش میگه یکین شده 163 درصد نور بیشتری جذب میکنه اما اینجا یه باگ داریم وقتی سنسور ما 5 مگاپیکسلیه یعنی اندازه پیکسلامون خیلی کوچیکه برای جذب نور خیلی کوچیکه و باید از روشی استفاده کنه. که در هنگامی که نور کمه این پیکسل ها با هم تجمیع بشن مثلا از چهار تاش یه پیکسل بشه یا پنج تاش یه پیکسل بشه فکر میکنم مخترش خود سامسونگ باشه بیاد پیکسل ها رو بزرگتر کنه که تصاویر شب بهتری بگیره این رو باید بعد از تست بهش بپردازیم من چیزی راجع به این موضوع پیدا نکردم ولی باید این رو بگیریم تست کنیم احتمال خیلی زیاد از همین روش استفاده میکنم دوربین با فوکال 75 میلیمتری و با فوکال 12 میلیمتریمون f 18 و دوربین با فوکال 120 افش دونیمه هر سه تا دوربین دیگه از لرزشگیر اپتیکال استفاده میکنن و از اون ور سایز سنسور اینا یک تقسیم بر دو نیم اینچه یعنی یک دو نیم اینچی دوربین سلفیش 22 دو میلیمتریه سنسورش 32 مگاپیکسله و افش دوه و سایز سنسورش هم یک سوم اینچه یعنی سنسورش از اون سه تا دوربین اصلیش کوچکتره اون سه از دوربین اصلی اصلی که بزرگ نمایی یک داره کوچکتره سنسورش خب شیائومی 14 اولترا ادعا داره که تا زوم سی برابری رو خیلی خوب انجام میده به لطف سنسورهای 5 مگاپیکسلی که جلوتر من گفتم چرا 5 مگاپیکسل انتخاب کرده و از اون ور هوش مصنوعی در پردازش تصویر کمک میکنه که عکسهایی با زوم سی برابر بگیرید که 4K تو 120 فریم ضبط میکنه و 8K و مثل S24 اولترا سامسونگ میتونه 24 و 30 فریم ضبط کنه که باید تصاویر 8K رو با هم مقایسه کرد تا رسید به اون چیزی که کدوم که از این دوتا دوربین بهتره خب همین چیزا که گفتم روی کاغذه و ادعای شیامی توی موبایل جدیدش که در واقع 14 Ultra هست بیان کرده ولی باید منتظر نتیجه تست ها بود مخصوصا نتیجه تست دیکس و مارک ببینیم که در مقابل آیفون 15 پرو مکس و ایس 24 اولترا چجوری ارز اندام میکنه و خیلی هم دوست دارم خودم اینو از نزدیک امتحان کنم و ببینم مخصوصا رو تصاویر 4K ببینیم کیفیت کدوم یکیشون چه تو روز و چه تو شب بهتره این گوشی که در 22 فوریه تو چین عرضه شده قرار امروز یا فردا توی بازارهای دنیا عرضه بشه رنگش فکر کنم مشکی آبی خاکستری و سفید باشه و از قیمتش هم از 800 یورو تا 1000 یورو متغیر نسبت به امکاناتش حافظش و رمش و از اون ور اون کیتی هم که برای عکاسی استفاده میکنه و 100 یورو این ور اون ور قیمتشه و فکر میکنم امروز یا فردا وارد بازار بشه سریعتر منتظر نتایج تستش هستیم و امیدوارم به زودی دست خود منم برسه هر کدوم از عزیزان خریداری کردید لطف میکنید بدید که برای مقایسه من تستش کنم امیدوارم که موفق باشید سلامتی توی دنیا از همه چیز واجب داره خدا نگهدار